آقای داور این آقا اصلا گوشش به هیچ حرفی بده کار نیست اصلا آپارتمان نشینی رو نمیدونه چیه هرچی بهش میگیم فایده نداره آقا باید یه برخورد قاطع باش بشه تا بفهمه بله آقای داور همه ای ما رو عصبی کرده نه پولش هاج ساختمون میده نه اینکه نه به حقوق دیگران احترام میذاره آخه کسی که حاضر نیست یه قدم واسه راحتی خودش برداره میاد به حقوق دیگران احترام بذاره اصلا نمیدونه همسایگری چی هست خب ببینید خانم آقای من فکر میکنم ببینید تیمه... آقا ما یه استشاد جمع کردیم که این آقا رو از این آپارتمون بندازیم بیرون خب اون استشادتون کجاست؟ اینهاش آقا همه امضا کردن؟ بله, بله بله, همه ما امضا کردیم فقط بله مونده آقای رسولی که الان میانیشون ایشون گفتن هر تصمیمی که جمع بگیرم من قبول دارم من از امضا میکنم خیلی باشه پس لطفا کن بخونید <applause> ما ساکنین آپارتمان کوی مهر واقع در خیابان ستارخان به دلایل عدیده زیر از یکی از ساکنین این آپارتمان به نام آقای محمد جواد ایوبی شکایت داشته سلام ببخشید دیر رسیدم خیلی ترافیک بود <applause> خب الحمدلله آقای داورم تشفیه بردم اینو باش ما فکر میکنیم داور این از مختاره خب خانم ادامه بدید ببخشید داور اگه زفرمایی من یه توضیح کلی راجع به این پرونده خدمت رو عرض کنم شکایت در مورد آقاییه که فعلا تشریف نهی برده. الان دیگه پیداشون میشه آقا مثل عجل معلق میمونه بله آی داور همه این خانوما و آقایون ساکنی مجتمع هشت واحدی هستن که از طبقه بالاییشون شکایت کردن پس همه گذار شاکی پرونده بله بله بله, 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 بله بله بله, و متهم هم نیست البته گفتیم که بیان گفتی هش واحده بله پس بقیه کجا آه آقای رسولی یکی دیگه از ساکنین قرار شد تا چند دقیقه دیگه برسه یه واحدم که مال خود متهم میشه میشه تفت واحد هشتمی مال منه با این وجود همه همسایی ها شکایت دارن ها؟ بله این خانم هم داشتن استشاده یک توسط ساکنین پر شده برای ما میخوندن خب بفرمایید خانم ما ساکنین آپارتمان کوی مهر واقع در خیابان ستارخان به دلایل عدیده زیر از یکی از ساکنین این آپارتمان به نام آقای محمد جواد ایوبی شکایت داریم فکر کنم ایشون ایوبی هستن انگار نه انگار توی ساختمون که سایدیگه هم هستن آقای عزیز آپارتمان نشینی قانون داره اگر بلد نیستی یا نمیخوای رعایت کنی برو همونجا که اول بودی اجازه بدید اجازه بدید یک <تصح> رعایت نکردن حقوق دیگر همسایگان آپارتمان دو پرداخت نکردن حق شارژ ماهیانه ساختمان سه از همه بدتر عدم همکاری در نظافت و بهداشت آپارتمان ببینید همیشه همینقدر راحت و بیخیاله اصلا انگار انگار که ازش شکایت شده آقا اصلا ازش بپرسین چرا در پشتمون بسته در پشت بومو؟ بله برداشته یه قفل زده در پشت بوم هی بهش میگم آقا این قفل رو واس کن میخوام برم آنتن تلویزیون رو درست کنم میگه نه ملافه شستیم میخوایم پن کنیم رو پشت بوم آقا کلیدشو نمیده ببینید آقای داور بنده نماینده اهالی محترم این ساختمان هستم هر ماه که میشه برای گرفتن حق شارج ماهیانه به در خونه این اهالی محترم مراجعه میکنم همه باور کنید با روی خوش این حق شارژ رو میپردازن غیر از این آقا که ظلم میزنید تو چشای من میگه نمیدم نمیدم درسته آقا؟ هی بهونه میاره آقا میگه شما ها سرصدا داره جواب سلام آدم و نمیده بس که بد خلقه آخه این رسم و رسوم همساییداریه مدام با من دعوا داره میگه آقا جون چقدر مهمون زیاد داری؟ خب عزیز من شما مهمون بیار من کسی گفته نیار همه که مثل شما نیستن شما اگر تنها زندگی میکنی به کسی چه مربوطه خب مردم کس و کار دارن جانم خب شاید از ترسده بچه شما ناراحت میشن شما چند تا بچه دارین؟ یه دونه آقا بحانشه. اگرم کسی بخواد اعتراض کنه باید همسایه طبقه پایینی اعتراض کنه که سرسده میشنوه نه ایشون که طبقه بالا هستن بله, بله. شاید هم با شما خلاصه آقا به هیچ سراتی مستقیم نیست شما تا حالا جلسه گذاشتید که ایشون هم حضور داشته باشن بله آقا این جلسات که باید هر ماه برگزار بشه خب میشه همه افراد ساختمونم هم خوشبختانه شرکت میکنن ما ازشون ممنونیم به غیر از این آقا که من مخصوصا چند دفعه رفتم در خونه شون ازش خواهش کردم که بیا تو جلسه حضور داشته باشه خب آقای داور یا ایشون تعهد میکنن که تمام مقررات ساختمون رو رعایت کنن یا اینکه دیگه, دیگه چی رو رعایت کنه اسم آقا دیگه از حدش گذشته آقا دیگه جا واسه این حرفا نذاشته چند دفعه خودم رفتم در خونهش. پس درخواست نهاییتون اینه که ایشون از این ساختمون برن بله آقا بله بره بله. بله بله. بله. خب چه جوری برن ایشون که نمیتونن خونشون رو ول کنه آقا بفروشه من خودم میخرم ازش بری یه دیگه زندگی کنه بله آقا بفروشه بفروشه برای یه جای دیگه اگه نفروشه به زور میندازیمش بیرون دیگه از دستش اعصاب نداریم آقا از اینکه به من فرصت دادید تا حرف بزنم بسیار از شما ممنونم راستش من حرفهای همه آقایون و خانمها رو قبول دارم یعنی همه این چیزایی که به شما نسبت دادن قبول دارید؟ بله من نه پول شارج میدم نه در جلسات ماهیانشون شرکت میکنم نه جواب سلامشون میدم دارم قفل کردم یعنی در واقع قفل رو عوضش کردم اگه همه این مواردی که اینا میگن قبول دارید پس چرا این کار رو میکنی؟ من خیلی وقت منتظری همچی فرصتی بودم بله ایشون گفتن که من در پشت بوم قفل کردم اما واضح نگفتن که پشت بوم چی کار دارم اتفاقا گفتن گفتن که مثلا میخواستن آنتنشون رو تنظیم کنن یا ملافه شسته شده شما هم باور کردین؟ میدونید پشت بونه بالای ما یعنی بالای سر بنده شده زمین فوتبال بچه های این خانم و این آقا هر روز عصر بچه های کوچه رو جمع میکنم میام میرم بالا فوتبال آخه من این میشه رو پشت اون فوتبال بازی کرد اه. آقا دروغ میگه کی پسر من را فوت رو پشت اون فوتبال بازی کرده ملاحظه بفرمایید ملاحظه بفرمید سمت راستی عکس پسر ایشون درسته حق با شماست سر صداشون هیچی نمیگید خطر داره اگه یکیشون از اون بالا پرت بشه چی؟ بهتر نبود به جای بهانه آنتن و این چیزا اصل ماجرا رو میگفتید کدوم ماجرا آقا؟ حالا یه بار بچه ها رفتن رو پشت بون فوتبال بازی کردن این داده فریاد نداره که؟ این آقا به من پیشنهاد میدم که شما مهمون بیار مهمون ببر درسته من یه آدم تنهایی هستم تنها زندگی میکنم ولی اصول رفت آمد و مهمونی رو بلدم ملاحظه بفرمایید این عکس پشت در خونه ایشونه فکر میکنید این همه کفش که پشت دره مالا چند تا مهمونه هر شب همین برنامه است ما که نمیگیم رفت آمد نباشه اما میدونید وقتی مهموناشون با داد و قال میرن را پله چه شکلی پیدا میکنه بفرمایید الان نشونتونه خوشبختانه یا بدبختانه من عکاسم البته عکاس هنری نه عکاس خبری آقا فرمودم بنده از سر صدای ایشون ناراحتم نه خیر آقا بهونم به نمیگیرم بنده از شنیدن سر صدای عادی عاجز نیستم اما تحمل ندارم که هر شب صدای گریه خانم ایشون رو بشنوم خانمشون هر شب گریه میکنه بله این آقا یک کم دسته به زن داره هر شب خدا این زن بیچاره یه فس کتک میخوره و دادش میره به واقعاً واقعا که شرم آوره تهمت آقا تهمت من دیگه یه لحظه اینجا دیگه تعمال این زفنگیاتو ندارم اگه دروغ میگم از این خانوم که همسایه روبرویشونه بپرسید بیچاره مم. زنش چند بارم رفته از دستش شکایت کرده اما فایده نداره آقا یعنی واقعا زنشو میزنه؟ اونم تو این دوره از شرمندگیش بود که قرر کرده رفت بله آقا ما از این آدم ها زیاد دیده ایم. این خانمم یه عادت بد دارم ملاحظه بفرمایید این کیسه آشغاله؟ بله بعضی شبها میذارن جلوی در خونه تا صبح بو میگیره گاهی هم از پنجره پرت میکنن توی کوچه فکر کنم ماجرا داره برعکس میشه بازم هست فکر کنم آقای رسولی حال نداشتن تا دادگاه بیان البته نمیشد از بوهای جور با جوری که از خونه ایشون میاد عکس گرفت حیف که خودشون هم تشریف نیاوردن و الا خودتون متوجه میشدید که علت نیومدنشون چیه رنگ رخسار خبر میدهد از سر در یعنی معتاده به روز خلاص آقای داور من همه اتهامات رو قبول دارم آها یادم اومد ایشون واحد روبروی بندر خریدن میدونید برای چی اونجا رو کردن کارگاه نجاری کارگاه اونم تو مجتمع مسکونی بله خونم آقا به چه چه مربوطه که تو خونم چی کار میکنم؟ یعنی تو خونتون هر کاری میتونید بکنید مثلا کارگاه نجری را بندازید اصل قضیه اینه که آقای داور همه این اعتراضا و داد و قالا ترفند این آقا بوده برای اینکه چشمش به خونه بنده است همسایه ها رو علیه من تحریک کرده تا استشاد جمع کنم تا مجبور شید خونتون رو به ایشون بریم آقا اصلا از اول میدونستم اینجا دادگاه نیست عرض نکردم البته اکسای دیگه ای هم هست اگه میخوایید ببینید بفرمایید شما چی کار میکنید؟ یعنی خونهتون رو میفروشین؟ نه یه مدت تعمل میکنم شاید بعد از این دادگاه یه خورده به خودشون بیان خب اگر نشد چی؟ اگر نشد ممکنه برم یه جایی